سلام عرض شد آقا. ببخشید جان. خوش آمدید. سری بگو. الان نمیتونم. الان نمیتونم. بفرست میخونم. باشه باشه. خدا حافظ. آقا این گوشی ها ما رو بیچاره کرد. بیا. ببخشید. خیلی من عذر میخوام. جان. سری. الان نمیتونم یه 10 دقیقه دیگه. 10 دقیقه دیگه دیگه. باشه بفرست. باشه خدافظ. آقا دست از سر آدم بر نمیدارن. 24 ساعت تلفن. بیزینس دیگه. خوشگله. جان گوشی قابل شما نداره. صاحبش قابله. قربون شما. روکش تلاست؟ روکش که نه. تمام تلاست. 24 ایار. حالا مثل این گوشی های امروزی خیلی امکانات ویژه‌ای هم نداره، ولی خب یه دوربین ساده براش گذاشتن، چون هم یه حافظه فکر کنم 64 گیگی داره، ولی چون تلاس برنده دیگه. اون وقت چند قیمته؟ قیمت که قیمت روز و الانش رو ندارم، ولی فکر کنم رو همون پایه های 500 خورده‌ای باشه. میلیون؟ آره دیگه آقا، الان چی میدن با این پولا؟ قابل شما نداره. دستور بدین میگم یکیش رو بفرستن خدمتتون هدیه. برازنده دست شماست. خب دست من شما نداره که، ما با هم همدستیم. نه نیستیم. چرا هستیم؟ نیستیم. هستیم آقا. نیستیم آقا. جناب آقای صالحی، من واقعا شما رو نمیفهمم. چطور؟ خیلی روک بفرمایین از من چی میخواین؟ چیزی زیاده ازتون نمیخواین، همون 3 میلیون دلار پول مردم. من 100 بار گفتم بازم میگم اون پول صرف خرید دارو شده. آقای برغازی، فقط 1/6 اون پول صرف خرید دارو شده. بقیهش کجا؟ بقیهش آقا من باش ملک خریدم، دور دنیا رو چرخیدم، کیف کردم، خوش گذروندم. خوبه؟ کافی همه اینا رو تو دادگاه بفرمایی. ببین
100 تا گنده تر از تو هم نتونسته این اسلحه رو به من بچسبونه. تو که عددی نیستی. آقای قرمزی، تو دادگاه بهت ثابت میکنم اون عدد چند رقمی. جمع کن آقای، بساط تو جمع کن. خوش اومدی. عباس برگشته؟ بله. الان نمیام. کیه کاکا؟ نمیدونم، برم ببینم کیه. سلام. آقا پوریا؟ سلام از بنده، در خدمتتونم. آقا پوریا، من شما رو تو بیمارستان دیدم. دیدم برای خواهرتون دنبال قلب میگردید. من از کمک از دستم هرچی بخوای برمیاد. فقط باید تو نقد داشته باشین جرینگی بشمارید. فرید، خدا شاهد بر واقع خاک بابام. مشتری دارم دست به نقد. چرا اومدی سراغ من؟ خب دیدم بچه شهرستان یه غریبی. خواستم برات یه کار ویژه کرده باشم. قیمت؟ داداش، من کاره ای نیستم، واسطم. تو این وسط فقط درصد هم میگیرم. این شماره ای رئیسم، خودت بهش زنگ بزن، قیمت روزم دستشه. رئیست کیه؟ آدم خیلی خوبیه، دست به خیره. خودم زنگ میزنم سفارش میکنم که ویژه باهات راه بیاد. فقط بالا غیرتن یه وقت ما رو نفروشی ها، نون خوردن میفتی. آقا من چه کار تو دارم؟ البته چهرت نشون میده که آدم فروش نباشی. سلامت. خدا حافظ. نمیخوای اول با آمو بگی؟ حالا به زیر زنگ بهش بزنم ببینم طرف کی هست، راست میگه دروغ میگه. میخوام اول ببینمش. به منم نیام باهات. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ سلامت باشید. شما باید همون خربردن شیرازی باشین، درسته؟ بله، من پوریا هستم. آمو جان اینو ببرش. برو بست. دوست داری سواری کنی آقا پوریا؟ نه ممنونم. شما چیه؟ ها شما هم که براتون ضرر داره. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. بفرمایید، در خدمتتون هستم. رفتن جونشون رو دادن. وقت با یه تمکن نشستم. هم به دیگه ای نداریم. امثال پدر شما خیلی گردن ما حق دارم. دست رو نرده کن. برش کن. فکر میکردم واقعا یا رفتن جونشون دادم، وقت ما چیکار کردیم؟ هیچ. هیچ کاری نکردیم. نه بابا، اختیار دارید. نه جدی میگم، ما هیچ کاری نکردیم. ما که میگم از اون همه مونیم. نه فرمایتم،
دعوتتون کردم اینجا که تشبیارین در مورد یه بدهی با تون حرف بزنم. بدهی؟ کدوم بدهی؟ عرض میکنم ببینی امثال پدر شما رفتم واسه با جنگیدن جونشون رو دادن، حالا نوبت ماست دیگه بالاخره یه کاری بکنیم. حالا جون نداریم، پول که داریم. میشه روشن‌تر بگید قضیه چی چیه؟ چون خانم اومدن به ما گفتن که ما عرض میکنم خدمتون خانم درست گفتن. اینجور که من شنیدم مثل که شما توی نوبت پیوندین، درسته؟ بله، 5 ساله. خب چرا نمیری خارج از کشور؟ آم میدونه خارج رفتن چقدر پول میخواد؟ میخواد خوشم من میدم. اصلا چرا باید دختر یه شهید بزرگوار 5 سال تو نوبت قلب بمونه؟ اونم آیا بشه آیا نشه؟ ببین اگه پاسپورت دارین فقط یه تحقیق کنی ببین کدوم کشور مناسب واسه پیوند، که من بگم بچه‌ها بلیت میلیت و اسکان و بقیه ماشرا رو هماهنگ کنن. نگران نباشین چایتون رو بخورین حله. بفهم به نظرت مشکوک نمیزنه؟ خب برای چی چی آدم باید این همه پول هر جای غریبه بکنه؟ خرج غریبه نمیکنه، به نیت آقا جونه. اصلا آقا جونه ها کجا میشناسه؟ چطور اومد سراغ ما؟ تو باور میکنی؟ ها چرا نکنی؟ من خلافش ثابت میشم. اصلا شما برای چی ناراحت میشی ما باجی؟ ما که تا آبد نمیتونیم تو صف انتظار بمونیم. یه وقت هم دیدی راست بود. هی دروغ بود چی؟ هیچ، برمیگردیم سر جامون، میریم تو صف، ضرر که نمیکنیم. وای میستیم ببینیم که این نوبت هم میشه. شما اکی تا حالا اینقدر بددل شدی؟ من به دکتر هیچی نگفتم ولی حواستون باشید که من دارم میرم رشم شما. اگه موردی هم بود حتما من بگید. مریم سلام آقا جون. سلام، اومدم بهت بگم اگه میخوای بیا اون پرایده بردار افتاده کنج پارکینگ این مصرف استفاده کن. دست شما درد نکنه، لازم ندارم. میگم سوار ماشین غریبه نشی. نه با تاکسی میرم میام، وسیله عمومیه دیگه. شاسی بلند عمومیه. سکوت علامت رضاست. ها متوجه منظورتون نمیشم آقا جون. شاسی بلند مبارکه. اگر میخوای گوشه کنایه بزنید من برم با اجازتتون. صبر کن، من هنوز حرفم تموم نشده. حامد مگه این یارو شاسی بلند زیر پاش نبود؟ من با اون آدم رابطه ای ندارم. آها، پس یه آدمی هست. اون آدم همراه مریضه. همراه مریض واسه چی باید برای من شاخوشونه بکشه؟ میخوای شوهر کنی؟ نه، این چه حرفیه؟ اگه آدم درستی باشه، والا اگه ما حرفی داشته باشه. ای بابا میخوای شوهر کنی؟ به درک. فقط من نمیذارم بچه داداشم زیر دست یه مرد غریبه بزرگ شه. ببین مریم، اگه بیرا میگن بگو شما میخوای شوهر کنی؟ بکن، حقته، به هیچ احدی هم مربوط نیست. ولی این وسط ببینید آقا جون، گوش کن، گوش کن، اما این وسط پای یه بچه در میانه، اون نوه منه، میفهمی؟ شما به ما حق بده، کلا بی غیرتی که نذاشتم سرم. من قرار نیست ازدواج کنم، ولی هر وقت خواستم همچین غلطی بکنم حتما برای تو کارت دعوت میفرستم. خدافظ. محمود هرموزی صاحب باشگاه شبدیز، شماره تو رو کجا گیر آورده؟ صبح که شما رفتین یکی اومد دم در آم جون. آه شماره من 6 داد، منم زنگ زدم آدرس باشگاه داد. حالا من چطور شده؟ شما میشناسیدش؟ اون متهم هستی پرونده ای که دستمه. بیا نگفتم ات یه ریگی به کفشش هست؟ آدم ناتو یا؟ اما خیلی آدم جنتلمنی بود. نگاه زهارش نکن آمو جان، تو او رو نمیشناسی، مارمونه توی پیلنگش پیدا نمیشه. چند میلیون دلار ارز دولتی استده
که باش دارو وارد کنه. یه کمیش دارو گرفته با بقیهش گوشی وارد کرده دونه 300-400 میلیون تومن. هم خود چه ایراد داره؟ داره بیزینس میکنه. چه اشکالی داره؟ همون دارو کمو اما اعتکار کرده، باش بازار سیاه درست کرده تا با قیمت چند برابر بفروشه به این مردم بینوا. پوریا جان، این هرمزه جایی نمیخوابه که آب زیر پاش بره. به قول گفتنی هیچ گربه این معذر زوی خدا موش نمیگیره. این هم که بهت گفته پول پیوند قلب کیمیا رو میده همش علکیه. باور کن سر راد یه شرط و شروطی بذاره که نگو این خط ای هم نشون. نه همون شرط و شروط چی؟ بعدشم من نمیدونستم پرونده یارو دست شماست. چیزی هم نگفت. ایشاله همین تو باش که میگی. آقا برگه ترفیع می‌نویسین؟ نه خیر، برگه مرخصی. آخ آقا دست شما در نکن، نمی این روزا چجوری من نیاز داشتم به مرخصی. بفرما. یک دنیا من به به دست شما در نکن. آقا این برگه مأموریته. خب وقتی اداره نمیای یعنی مرخصی. سوار رخشت میشی و میری کجا؟ کجا؟ انبار چیتگر 24 ساعت تعقیب گریز این فیلم ها. آه هرمزی آقا چشم رو چشم. دیده باهوش نیستی؟ چرا دیگه آقا هستم. نیستی؟ آقا هستم. نیستی؟ بگذاریم. کامیون واند نیسان هرچی که دارن اونجا بار میزنن. برم ببینم کدوم داروخانه ها میرم. ممکنه یه وقت سر فرمونی کچ کنم برن سراغ یه انبار دیگه از اونجا بار بزنم برای توزیع. تا ما اون انبار رو کشف نکنیم دستمون به هیچ جا بند نیست. نشده بر. برو برکلا آقا سیبو من میخورم جایی تو. توقعی نداری؟ بابت کمکی که دارید میکنی؟ چه توقعی مثلا؟ خوی پرونده او، داروها، هیچیا. ببخشید مگه شما خدای نکرده محتاجین که من بخوام کمکتون کنم؟ من دارم وظیفه‌ام رو انجام میدم. یعنی هیچ شرط و شروطی هم نمیخواید برای من بذاری؟ مثلا چه شرط و شروطی؟ که چه میدونم آی ساله پرونده او رو به خیال شه؟ اتفاقا آقای ساله‌ای به عنوان مأمور دولت باید تا ته این پرونده رو بره. پوریا جان من که ببخشید خورده برده ای با کسی ندارم، خلافی نکردم که بخوام بترسم. آقا من این داروها رو خیلی قانونی وارد کردم، قانونی توزیع کردم. ببخشید مور وزارتخونم پاشه. آقا مملکت حسین قلی خانی نیست که هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه، که قانون داره، حساب کتاب داره. حالا ببخشید این وسط یهو یکی میخواد بزنه پوزه یکی دیگر رو له کنه، کسی گیر نمیاره، این وسط منو بیچاره رو تومه میکنه. آقای ساله چی میگن؟ آقا پوریا این آقای ساله شما اسم از خودش میگه، نمیگم دروغ میگه ولی داره اشتباه میکنه. آقا خلاصت کنم، میخوان بزنن دخل بخش خصوصی بیارن نابودش کنن فقط دولتی باشه. این اوایل انقلاب ولی نمیشه برادر من، موقع زمان جنگ بود. الان ملت دنبال آسایشن، دنبال آرامشن. میگه تا سیه روی شود هر که در اوغش باشد. آقای سال
من بابت این چکی که دارم بهت میدم مثلا تضمینی چیزی ازت خواستم، چکی یا مثلا گفتم سفته بیار یا برو یه سند ملکی وثیقه چیزی بیار، چیزی خواستم. خدمت شما. هیچی نگفت. هیچی. حتی شرطم برای ماسمالی پرونده نذاش. نه چک خواست، نه سفته، حتی سند خونم نخواست. هیچی. اون وقت تو از اون چک گرفتی؟ آه من نگرفتم، خودش دو دستی تقدیم کرد. تو از اون مهدکه فاسد چک گرفتی؟ اما هرمزی فاسد نیست، همه کارش رو حساب کتابه، مهر تاییدیه وزارتخونه خورده روش. تو دیدی؟ با چشای خودت دیدی؟ چرا اون مردمی که فرش زیر پاشون رو میفروشن و میرن ناصر خسرو دوای 20 میلیون تومانی رو میخرن نمیبینی؟ امید هوا سیاسیه. بعدم ببخشید، بهتون بر نخوره. شما همه ماجرا رو داری پلیسی میبینی. بعدشم این وسط هرمزی شده گوشت قربونی. پوریا، این پولو کثیفه، حرومه. آمو جون، هرمزی بیافته زندان، همه چی عالی میشه. پوریا، یعنی دیگه مفسد فلرس تو جامعه نمیمونه، اختلاسگر نمیمونه، فساد کلن پاک میشه. چه متوجه نیستی پوریا؟ چیشاتو با کن، اون داره فریبت میده، اون داره یارکشی میکنه، اون میخواد بین من و تو رو به هم بزنه. اما چه کن فریبه؟ ها، فریبه، دروغه. اون داره به حیثیت من بازی میکنه، اون میخواد شرافت منو لکه‌دار کنه، اینو بفهم. اما که کار به شما نداره، گفته دادگاه میاد. بعد کسی که خلاف کرده باشه انقدر از خودش مطمئن نیست. شما خودت نمیخوای واسه کسی کاری انجام بدی، حتی یه قدم براش برداری. بعد 5 سال درد کشیدن، بعد 5 سال انتظار تو نوبت وایستادن، حالا یه غریبه پیدا شده میخواد یه نفس دوباره به بچه بده، میخواد بفرستدش خارج. بس دیگه پوریا، ای جوری ادعای رفاقتت میشد با آقام خدا بیا مزاق کازه؟ آخور اون غریبه هم جون به همون شاچراق قسم، اگه میشد قلبم از این سینه در میآوردم و میدادم به این دختر. شما نمیخواد قلبت بدیم با چیه ما؟ اون موقع که نرگس خانم خدا بیامرز پشت دار غالی داشت خون بالا میآورد، بعد خونه او میفروختی، میفرستدیش خارج تا اون تومور لعنتی ازش میکشیدی بیرون. اون موقع بعد کار میکردی. هیچ میدونی اونایی که تو صفحه پیوندن اگه بشنن یه آدمی پیدا شده که داری یه بیمار قلبی رو میفرسه خارج چه حالی میشه؟ چی میگی آیه سالی صدت انداختی تو سرت هی شعار میدی؟ مگه من مسئول حال مردمم؟ به اون پدری فکر کردی که بچهشو به نیش دندون کشیده آورده تهران برای پیوند، اما شب جایی رو نداره بخوابه و مجبور تا صبح توی حیات بیمارستان تو این سرمای بیپی زیر یه شمد بخوابه؟ تو مگه مأمور دولت نیستی؟ چرا یه فکری به حالشون نمی کنی؟ تو اگه دلت خیلی می سوزه چرا برای اینجور آدم ها چک نمی کشی؟ ای بابا عجب بدبختی گرفتار شدیم. آقا بد کردم، می خوام دختر یه شهید رو بفرستم خارج از کشور درمونچه؟ بوی گند عوام فریبیت زده بیرون آقای هرمزی. اگه شده خونم رو بفروشم این کار میکنم، کیمیا رو میفرستم خارج. تو خودتو برای دادگاه آماده کن. آقا اینقدر دادگاه نکن، تو مگه علیه من مدرکی داری؟ بله، اینی که تو دستته بهترین مدرکه.
از بالا و پایین میشه. من یکی نمیذارم حق این مردم رو ضایع کنی، با جونشون بازی کنی. اینم چکت. ماشین اومد بیرون، نه لوگو نه آرم شرکت، هیچ کدومو نداره. چیکار کنم؟ چش رو چشم. خواهش کنم یه مشتری واسه خونه ما پیدا کنی. میتونم یه سوال کنم خدمتتون؟ بفرمایید. چی شد که راضی به فروش خونه شدی؟ هیچی، پول لازم شده. همین. خیر ان شاءالله. آرشام جون، یه فایل فروش برای حاج آقا پر کنید. ان شاءالله انجام وظیفه میکنیم، در خدمتتون هستم. دست شما درد نکنه. قربونتون برم. رایزت. حاج آقا چه عجله، در خدمتتون باشین. قربون شما. قربون شما برم حاج آقا. خبر میدم خدمتتون. سلام بچه ها، من اومدم. کی میاد؟ پوریا؟ کی میاد عمو؟ پوریا، پوریا، کاش که میذاشی جوابش بدم. حالا از اون به دل میگیره. خب یامو نکرد به خاطر ما پرونده او بیخیال شه، چه کورم بدون اجازه ما برگردونده. توی تو نبودی پوریا. الان ماجرا شمایی، قضیه خیلی فرق کرده ما بجی. شاید آمجون داره حق میگه. خب آموی دعوا و سیاسی، شاید اصلا حق با هرموزی باشه. بنده خدا چقدر اصرار کرد پشیم بریم خونش. من خونه غریبه راحت نیستم. این مسافرخونه مزخرف که خیلی بهتره. پوریا من از یارو هرموزی ها میترسم. اون ترسید برای چی؟ چه ما باجی؟ بنده خدا خیلی آدم محترمیه، گفت چکورم بر میگردونه. ای ندیدی؟ گفت سر یه هفته کار پروازمون میکنه تا پشیم بریم آلمان. تمام ای داروهارم از اونجا وارد کرده، همه ای دکترهای اونجا هم رفیقاشم. اصلا جای نگرانی نیست. چقدر حیف شد واقعا. چی حیف شد؟ آخرش هم نتونستم قالیچه رو تمومش کنم. قالیچه بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. آقای صالحی؟ بله خودم هستم. میخواستم حضوری ببینمتون، امکانش هست؟ بله. پس میبینمتون. بهم حق بدین که بهتون اعتماد نکنم. دل به دل راه داره. میخوام مطمئن بشم که گوشیتون ریکورد نمی کنه. عجب. بفهمی
فقط یه چیزی بفرمایید. متشکرم. میبخشید. فقط قبل از اینکه چیزی بگید من باب یادآوری عرض میکنم. شما 3 سال پیش پروانه وکالتتون باطل شد. تهدیدم میکنی؟ نه، فکر کنید نگرانتون هستم. من میخوام بهتون کمک کنم بدون که پولو بگیرم. خب این خیلی خوبه. مثل دو تا آدم بالغ و کامل در کمال آرامش میتونیم با هم حرف بزنیم. در خدمتم. شما پی انبار اصلی هستین درسته؟ خب من یه راه میانبار بهش بلدم. البته یه شرط داره. پای من نباید وسط کشیده بشه. سر اون قضیه موبایلای تلکوب من بیشتر یه حمال بودم. به اسم من زد که ردی از خودش نمونه. ولی شما سهم خودتون رو دریافت کردی. سهم من؟ سهم من فقط یه دونه از همون موبایلای تلکوب بود. پس خودتون رو خیلی مفت فروختی. من زندگیمو مفت فروختم. متاسفم. انبار توی کردانه. کجای کردان؟ دقیقشو نمیدونم. دقیقشو فقط 2 تا از راننده ها میدونم. باشه. خیلی ممنون. مسیرهای داخل شهر رو به کلی فراموش کن. فقط برو به سمت کرج و کردان. به اونشم فکر کردم. خودش میتونه یه سرنخ باشه. ببین اگه به مورد خاصی رسیدی حتما به من زنگ بزن. خب من دارم الان میرم پیش حاجی. فراموش نکنی ها. خداحافظ. بفرم. سلام عرض شد. سلام. بفرم. باشه. شما اینجا چی کار میکنیم؟ خوب این جناب آقای صالحی. آقای صالحی کار این پرونده به کجا کشید؟ همچنان در مرحله تحقیقات. تمام شد میفرستم خدمتتون. آقایون یه فرمایشاتی میکنن. لابد در جنس همون فرمایشاتی که با من کرده. فقط من دلیل حضور ایشون رو نمیفهمم. شما آقای محسنی دیگه، اشتباهی که نمی کنه. ارادت داریم جناب آقای صالحی. بسیار خوب، بفرمایید شما. ببین جناب صادقی، من طبق اسناد و مدارک موجود تو وزارتخونه، حالا خدا رو صد هزار مرتبه شکر های خانی هم بیرون حی حاضر و زنده تش دارن، ما یه قرارداد معتبر و رسمی با شرکت بیوژن بستیم. قرار شده که این داروها رو طی 3 مرحله. اجازه بگم آقای خانی بیان داخل. آقای خانی بیان داخل. من کل ماجرا رو میدونم چیه. شما لب مطلب رو بگین. جاسای لب مطلب اینه که ایشون از من درخواست رشوه کردن. مزخرفات چیه که میگی؟ رشوه چیه؟ خجالت بکش. آقا مؤدب باشین. ایشون مدام در حال توهین کردنن. الان هم دارن توهین میکنن. میدونی برای چی؟ برای این که من این پیشنهادشون رو نپذیرفتم. دست رو پیش گرفتی که پس نیفتی؟ آی سالی. اجازه بدین صحبتشون تموم بشه. قرار نیست هر یکی که میاد تو هر چی که لایق خودشو به دیگرون نسبت بده. مؤدب باشین آقا. جناب صادقی، من خوشبختانه 2 تا شاهد بالغ و عاقل دارم که اینا میتونن بیان تو دادگاه و شهادت بدن. ایشون ماشاءالله خوش اشتهام تشریف دارن. درخواست 2 تومن کردن، 2 میلیارد تومن که ما به حساب ایشون البته نه مستقیماً، غیر مستقیم به یه حسابی تو آلمان بریزیم. تا بیشتر شما در جریان. شما بفرمایید. بله آقا، بنده صرافی دارم میدون فردوسی، مغازه شماست. جناب آقای صالحی قبلا تشریف آوردن اونجا. آقای محسنی. عرض می‌کنم.
آی ساله شما خارج از ایران حساب دارین؟ حاجی روز روشن دارن دروغ میگن. من تو هیچ کشوری غیر از اینجا هیچ حساب کتابی ندارم. بله شما نه، ولی مثل که خواهرزادتون دارن. بله آقای حسین صالحی آلمان تشریف دارن. کل منحکر در بخش آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. حساب کتاب خواهرزاده من به من چه ربطی داره؟ من ربطش رو از بکنم خدمتون. ببینین آی صادقی، من همجور رو هوا حرف نمیزنم، با مستندات حرف میزنم. حالا ایشون بیشتر در جریانه. دو روز بعد از این درخواستی که داشتن یه پیامکی دادن، به بنده نه، به خانم شاکر که معرف حضورتون هم هستن، حالا اگه بخواین هم میتونین از زنگ بزنین بیان خدمتتون، که تو اون پیامک دستور داده بودن که اگه تا دو روزی دیگه اون مبلغ رو به حساب اون آلمان زدین که هیچی، اگه نه که من پرونده رو عملیاتی میکنم. آقا عملیاتی کن، شما کیه داری میترسونی؟ جناب صادقی پرونده من شفاف و پاکه، ایشون من نمیدونم از کی منو میترسونه. بفرمایید. سلام. سلام بایزت. آقا اگه اجازه بفرمایید این مطلبی من خدمت جناب صادقی عرض کنم. بفرمایید. که سوء تفاهمی پیش نیاد. جسارت نباشه خدمتتون، این جلسه رو بنده ترتیب دادم خدمت حاج آقا. جناب هرمزی وقتشون کمه، نگران هستن، البته حقم دارن، با توجه به مشغله‌ای که دارن مبادا به دلایلی اثبات نشده پاشون به قوه قضا کشیده بشه. این بود که بنده دخالت کردم، ورود کردم، از ایشون خواستم شخصا خدمت حاج آقا برسن، خودشون شفاهان توضیح بدن، هم حاج آقا از جمعی جهات در مورد پرونده اطلاعات داشته باشن و هم اشراف بیشتری به پرونده پیدا کنن، بعدا تصمیم گیری کنن که آیا پرونده به قوه قضاییه برود یا نرود. بنده در خدمتتون هستم. حاج آقا عرض من تمام. ازشون بپرسین چرا میخواستن منزل مسکونیشون رو بفروشن غیر اینکه میخواستن برین خارج؟ خارج از کشور؟ البته بعد از گرفتن حق و سکوت 2 میلیاردی مدیر اون املاک آقای زهتاب هم میتونه بیاد شهادت بده. به خاطر 2 میلیارد خودم رو بفروشم؟ شخصیتم و اصولم و زندگیم و که اون همه براش هزینه کردم؟ البته ایشون مسئول به سابقه است، حالا مای محسنی میتونه بیشتر توضیح بده. بله پارسال تابستون بود، شما بفرمایید. البته مدارکش توی صرافی موجوده. ایشون از طریق صرافی بنده مبلغ 20 میلیارد فرستادن آلمان، البته قبلش تبدیل به یورو کردن، فرستادن آلمان به حساب شخصی به نام حسین صالح، همزمان با پرونده صندوق فرهنگی. البته من ایناشو نمیدونم آقا، ایشون به من 20 تومن دادن. 20 میلیارد به بنده دادن، من هم تحت هم کردم، اسکنت خودم هم گرفتم. خونه مرحومه خواهرم رو فروختم، پولش رو فرستادم برای پسرش، به همین راحتی. ببخشید. بله سلام آقا، من توی جلسه فرضی. آقا آدرس درست کردن. خب من ماشین رو تا اینجا ترکیب کردم، دو سه تا ماشین پیشن جلوم گمش کردم. کم تپ بزنم بچه، به درد هیچ کاری نمیخوری. بله بله من به هیچ دردی نمیخورم. جوری آچمز شد احساسی، اگه این پرونده رو ازش نگیرن دست کم دیگه از این بعد بهش اعتماد نمی کنن. ساعت تنگول میارم تو پروندگی دستش. خب چی بهتر از این؟ ببین یه دستخوش احساسی پیشمان داری. نه دیگه هر چی هست نقد باشه، من حلوای نسیه نمیخوام. اونم اوکیه بابا، فقط تو به من بگو چجوری ماجرای برادرزاده رو فهمیدی. یکم
هوش میخواست و حواس جمع همین. عدا در نیاد، واقعا چجوری فهمیدی؟ خب دیگه تو دوره نت و اینترنت و اکسترانت با چند تا کلیک ساده تو میتونی سابق و اسبق و ماسبق طرف رو دریاری. بی خیال بابا، معاملات ملکی که تو اینترنت نمیاد. چرا؟ در مورد پرونده های فساد مالی کلان میاد. مثلا قضیه صندوق ذخیره فرهنگی ها بود، سرم یه سرش کردم اسم یه بابای اومد بالا، ظاهرن یارو خیلی هم از عباس صالحی شکاره، به خاطر اینکه هم 2 سال حبس کشیده هم کلی جریمه داده، مثل اینکه عباس صالحی اون موقع میخواسته ملک خواهرشو بفروشه، بعد این طرف میگفتش بهش گفتم که تو گفتی؟ نه من که نه، اون طرف به عباس صالحی گفته که ملک خواهرتو 20 تا میارزه، من 100 تا ازت میگیرم. که بی خیال پرونده شه. آره که زیر بار نرفته. یعنی بشری آخه این آدم، من نمیفهمم. ماموتاست. و جالبه طرف بهش گفته که من صراف آشنا سراغ دارم، میتونم پولو برات یورو کنم بفرستم به بانک هر کشوری که تو میخوای. قبول نمیکنه. صراف محسنیه رو میگه ها؟ آره البته صالحی پولو فرستاد، ولی نه پول کثیفو، پول همون ملک داداشش رو در واقع فرستاد. تو اینا رو کجا بلد شدی آخه؟ من بلد بودم. گوش شنوا نبود که بشنوه، چشم بینا نبود که ببینه. بابا باز شروع نکن، حالا یه چیزی بوده قدیم. همچه قدیم هم نبود، مال 4 سال پیش بود. حالا 4 سال یا 40 سال قدیم قدیمه دیگه. من عملی رو به من ترجیح دادی. ببین من 100 بار گفتم، بازم میگم من اهل ازدواج نیستم. خائن بودی، حالا فراموشکارم شدی؟ آی دیگه داری و حسلم رو سر میبری با من. حیف از من که این همه رو کارای تو رو مالکشیدم. بسه بابا، پولش رو گرفتی؟ یه نگاه به این ماشین زیر پات بنداز. میلیارد میلیارد به حسابم بریزی، من نیشم رو به تو میزنم.